همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. امروز یک سینه سخن دارم، یعنی از اون جایی که هفته گذشته من درباره ماگناکارتا با شما سخن گفتم، یعنی 800 سالگرد منشور بزرگ، سندی که به داوری من آغاز گفتمان بر سر دموکراسی و حقوق در جامعه بشری در دنیای مدرن به شمار می آمد، البته در اون هنگام هنوز ما وارد دوران مدرن و مدرنیته نشده بودیم. به دنبال اون آنچه که در هفته گذشته گفتم، نامه ها و یادداشت‌هایی از دوستان از ایران و بیرون از ایران داشتم و پرسش های بسیار بسیار ارزنده و یادداشت‌های بسیار نیکی به من رسیده که بخش نخست برنامه امروز رو به بازبینی آنچه که در هفته گذشته با شما در میان گذاردم پیرامون ماگناکارتا به اون خواهم پرداخت. اما پیش از این که به این بخش برنامه بپردازم، دو روز پیش دوست گرامی من، دوست مشترک من و آقای بهرام مشیری کتاب تازه ایشون رو در اختیار بنده قرار داد، یعنی در برنامه کلاسی که من دارم آمدن و کتاب امضا شده جناب مشیری رو زیر عنوان نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیح جدید از داستان رستم و سهراب رو که انتشارات سرزمین جاوید در یک چاپ بسیار بسیار واقعا زیبایی انجام دادن، این رو به من دادن با دستخط جناب مشیری. من از ایشون بسیار بسیار سپاسگزارم. البته همینجا بگویم که من این فرصت رو هنوز نداشتم که این کتاب رو بازبینی بکنم. البته بازبینی من هم تنها برای آگاهی خواهد بود. من نه شاهنامه شناس هستم و نه آگاهی های چندانی درباره نقد های دیگران بر شاهنامه دارم. این است که این رو بیشتر از راه آگاهی خواهم خواند. ولی بر روی دوست ارجمند ما و ارجمند ایرانیان آقای بهرام مشیری این زحمت رو کشیدند. سالیانی هست که به این کار مشغولن. میدانم که خیلی خیلی وقت هستش که به این کار مشغول بودند و کار بسیار ارزنده است. من همین لیست فهرست مطالب رو که نگاه کردم، به راستی کار بسیار بزرگی رو انجام دادم. من تو سفارش میکنم به همه شما، اگر امکان دسترسی به این کتاب رو دارید حتما به این کتاب دست یابید. اگر علاقمند به شاهنامه و کارهای آقای مشیری هستید حتما میتوانید این کتاب رو بجوید و بیابید. البته من نمیدونم که انتشارات آگاه نیستم که انتشارات سرزمین جاوید در کجاست و چگونه میتوانید. اینجا یه شماره گذاشتن 818-996-1029 برای دریافت این کتاب و سفارش. و اجازه بدهید که اینجا یه نکته رو خدمتتون مطرح کنم، چون اشاره کردم که من شاهنامه شناس نیستم و آگاهی چندانی به موضوعی که جناب مشیری به اون پرداختن ندارم. یک ماه و اندی پیش که در کوپنهاگ بودم، میهمان دوستان شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک بودم، یکی از شرکت کنندگان در این برنامه که شمار بسیاری از همیهنان ما هم در اون شرکت داشتند و گویا یکی از نشست های پر شرکت کننده در از این دست برنامه ها در کوپنهاگ به شمار می آمده، پرسشی رو از من با من در میان گذاشتند که من در پاسخ گفتم که من در این باره تخصص ندارم، آگاهی هایی دارم ولی چون تخصص ندارم اجازه بدهید که به این موضوع نپردازم. و با یک واکنش بیشتر مثبت روبرو شد، ولی چند تن هم از من پرسیدن که چرا شما پرسیشی رو که شاید آگاهی هایی درباره اون داشته باشید به اون پاسخ نمیدید. و من آنچه رو که در اون نشست با شرکت کنندگان در میان گذاردم امروز هم با شما در میان میذارم. یکی از جنبه های بسیار فرومایه و نادرست فرهنگی در میان ایرانیان در این است که ما ایرانیان نمیپذیریم که اقرار کنیم به چیزهایی آشنا نیستیم، وارد نیستیم. همه ما
شاعر و پزشک و پژوهشگر تاریخ و سیاستمدار و حقوقدان و راننده و آشپز و همه اینها هستیم. در همه زمین ها ایرانیان، هر یک از ایرانیان به اندازه تمام جهان آگاهی و دانش دارد. کمتر ایرانی است که حاضر بشود بگوید که این رشته کار من نیست و من در این باره داوری نمی کنم. این به ویژه در مورد فرهیختگان و نخبگان و دانش آموختگان ایرانی هم درست است. یعنی تنها مربوط به مردم نیست. بارها من تلفن هایی داشتم از رسانه های جهانی مانند دویچه وله یا بی بی سی، با من تماس گرفتن و از من درخواست کردن که در یک موردی در یک گفتگویی در تلویزیون یا رادیو شرکت کنم و در شگفت شدن هنگامی که به اونها گفتم این رشته تخصص من نیست و من علاقمند به شرکت در اون نیستم. و در چند مورد حتی یکی دو نفر از دوستان شرکت تلفن کننده به من گفتن که شما یکی از تنها کسانی هستید که با این صراحت میگویید که این رشته تخصص شما نیست، چون ما با بیشتر ایرانیانی که تماس میگیریم و از اونها درخواست میکنیم در یه برنامه شرکت کنند هیچگاه اظهار عجز و ناتوانی نمی کنند و میگویند ما توانا هستیم و نمیگن که توانا هستیم ولی میپذیرند. من فکر میکنم ما به عنوان انسان مدرن باید از این راه و روش بسیار غیر مدرن دوری بجوییم. کاری رو که باید به اون بپردازیم کاریست که در اون توانایی داریم. همون گونه که شما برای گرفتاری قند خونتون سراغ پزشکی می روید که رشته پزشکی او به کار شما، به گرفتاری شما می خورد و سراغ جراح استخوان برای بیماری قند نمی روید، در مورد مسائل اجتماعی هم باید به سراغ کسانی بروید که در این زمین ها کار کردن. این که گفتم جناب مشیری در این زمینه کار کردن، چون میدانم که در زمینه شاهنامه سال هاست که کار میکنند. من این کاره نیستم، علاقمند به شاهنامه هستم، دوستدار شاهنامه هستم، ولی شاهنامه شناس نیستم، حافظ شناس نیستم، فردوسی شناس و مولانا شناس نیستم، اگرچه شاید به اینها هم دلبستگی هایی داشته باشم. من گمان میکنم که ما باید این روش رو در فرهنگ خودمون روان کنیم که انسان ها بدون اینکه احساس کنند که از جایگاه اونها کاسته خواهد شد، بگویند که در یک زمینه آگاهی لازم رو برای اظهار نظر تخصصی ندارند، کار اونها نیست. و این اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، برخی از گرفتاری های درون جامعه روشنفکر ایران به کنار می رود. یعنی هر کسی درباره همه چیز داوری نمی کند و انسان ها به خودشون اجازه نخواهند داد درباره چیزهایی داوری بکنند که درباره اون دارای بررسی های ژرف و دانش های تازه نیستند. بیشتر ما که با کار کتاب و نوشتار و چیزهایی از این دست سر و کار داریم، شاید اینجا و اونجا به همه چیز سر زده ایم، نک زده ایم، ولی این نک زدن و سر زدن به جریانهای گوناگون به این معنا نیست که ما رو توانا میکنه درباره اونها بتوانیم داوری بکنیم. از جمله پرسشی که در همین نشست دانمارک از من کردند پیرامون تاریخ پیش از اسلام بود. من برداشتم این بود که شاید از بیشتر شرکت کنندگان و شاید جز یک نفر از دیگر شرکت کنندگان در این نشست درباره تاریخ پیش از اسلام ایران آگاهی های بیشتری داشته باشم، اما این رشته کار من نبوده و من در این زمینه تنها خواننده و دانش آموز این رشته بودم و نباید به خودم اجازه بدهم درباره چیزی که بر اون چیره نیستم و رشته کار من نیست داوری های رو در برابر مردم قرار بدهند که شاید گمراه کننده باشه. باید با بدون هیچ پرده پوشی با اونها در میان بگذارم و گذاشتم که این رشته کار من نیست. من به تاریخ دوره ساسانی آگاهی های بسیار ویژه ندارم، به تاریخ دوره پیش از ساسانی تنها آگاهی هایی از راه کتاب ها دارم، پژوهش ویژه نکردم و اجازه بدهید که من در این زمینه داوری نکنم.
ای کاش که بیشتر فرهیختگان ما این روش رو دنبال بکنند و در زمینه‌هایی که رشته کار اونها نیست وارد داوری‌هایی نشوند که این داوری‌ها به زیان شنوندگان و خوانندگان خواهد بود. من دیدم در پژوهش‌های تاریخی هم حتی کسانی که به راستی آشنایی با یک رشته مسائل ندارند به کارهایی می‌پردازند که به خواننده یا به شنونده این برداشت رو می‌دهد که این فرد دارای یک توانایی ویژه‌ای در این زمینه است، به ویژه اینکه عنوان دکتر رو هم بر خودشون یدک می‌کشند و با گفتن دکتر و چندین بار پرسش کننده دکتر دکتر گفتن دیگر قطعی می شود که این آدم حتما در همه زمینه های زندگی این دنیایی آن دنیایی دارای دکتراست و می تواند داوری بکند. برمی اجازه بدهید که از این موضوع بگذرم و به نکته ای رو که در آغاز برنامه اشاره کردم بپردازم. خب موضوع بر سر این است که هفته گذشته من درباره ماگنا کارتا با شما گفتگو داشتم. ماگنا کارتا که این ماه جوان 15 ماه جوان 800 سالگرد صدور آن است، سندی است که در انگلستان در یک چالش چند ساله میان زمینداران بزرگ انگلستان، بارونها و پادشاه اون زمان انگلستان جان، سرانجام جان رو وادار کرد که به سندی دستین نهاد به نهادت که این سند در واقع قدرت و توانایی پادشاه رو کاهش میداد و قدرت بارونها رو افزایش میداد و مالکیت بارونها رو بر زمینهایی که از پیش می داشتن قطعی می کرد و از دستاندازی پادشاه به این زمینها و بستن مالیات های تازه جلوگیری می کرد. این سند سند بسیار مهم تاریخی است و خیلی ها بر این باور هستند که این آغاز گفتمان بر سر حقوق و سرانجام دموکراسی است. نامه ای داشتم از ایران از یک انسان بسیار با دانش و فرهیخته ای که در رشته حقوق کار می کند، در واقع دکترای حقوق رو می خوانه، مطالب خیلی جالبی در این زمینه برای من نوشته بودند. یعنی نامه ایست که بنده رو به راستی پر از شور و شوق می کنه که شنوندگانی مانند این دوست گرامی هم، دوست نادیده گرامی هم در برابر این تلویزیون نشستند و برنامه من رو نگاه میکنند. به راستی در به خودم بالیدم از شما چه پنهان که چنین انسانهای فرهیخته‌ای هم از شمار بینندگان این برنامه هستند. نامه ایشان بسیار بسیار بلند است، اجازه بدهید که اون رو نخوانم، بیشتر برای آگاهی خود من بوده و من از ایشان بسیار سپاسگزار هستم، از آقای فتحی. ولی آقای فتحی یک نکته رو مطرح می کنن، حالا چه اسم واقعیشان باشد یا نباشد، با اون این است که می گویند آقای امینی این سند ماگنا کارتا اساسا در آغاز کار یک سند ارتجایی به شمار می آید، چون این سند مالکیت زمینداران رو از سوی پادشاه به رسمیت شناخته و حقوق فئودالی رو در مقابل، یعنی حقوق سرواژ رو در مقابل حق سرفها، حق دهقانان به رسمیت شناخته و در جنبشی که به صدور فرمان ماگنا کارتا یا منشور بزرگ انجام میده، ما نشانی از شرکت تویی دستان، از صنعتگران و کسانی که در کار تولید شهری بودن نمیبینیم. اساسا یک چالش میان اشراف هست با پادشاه و از این رو چرا این سند رو ما باید آغاز گفتمان برای دستیابی به حقوق بدانیم و دستیابی به سرانجام دموکراسی و ساختن دموکراسی پارلمانی، چون از دل ماگنا کارتا نظام پارلمانی انگلیس که کهن‌ترین نظام پارلمانی جهان است بیرون آمد، از دل ماگنا کارتا ساختار حقوقی انگلستان که کهن‌ترین ساختار حقوقی جهان است بیرون آمد.
و در واقع هم نظام پارلمانی انگلستان و هم ساختار حقوقی انگلستان پدر ساختارهای پارلمانی و حقوقی در جهان شدند. پاسخ من به این دوست گرامی این است که مهم نیست که در خود سند ماگناکارتا در آغاز چه حقوقی به رسمیت شناخته شده. مهم اینجاست که برای نخستین بار در تاریخ بشر یک گفتگو بر اساس حقوق غیر الهی، غیر خدایی، یک حقوق زمینی میان دو گروه از شهروندان، دو گروه از مردم در گرفته. یک سوی دربار اشراف پادشاهی انگلستان است، سوی دیگر خاندانهای زمیندار و بارونهایی هستند که میخواهند از حقوق خودشون پشتیبانی کنند، پاسداری کنند و دیگران رو هم به این چالش کشاندند. کسانی که شاید واژه روشنفکر امروز بر اونها برازنده نباشه، چون ما در اون هنگام اصلا با پدیده‌ای به نام روشنفکری روبرو نبودیم، اما به هر روی اندیشمندان زمان خودشون به شمار می آمدند و حتی توانستند اسقف کانتربری رو هم، اسقف پایتخت و مرکز انگلستان رو هم، بزرگترین اسقف کارد، بزرگترین رهبر دینی مسیحی اونجا رو هم با خودشون همراه بکنند و از این راه در واقع یک کارزار بزرگی در انگلستان برپا شد. کارزاری که از یک سوی مسئله رابطه دولت با کلیسا رو در میان میگذاشت، برای نخستین بار میخواست این رابطه رو تنظیم کنه، از سوی دیگر برای نخستین بار در تاریخ بشر حقوق یک شهر رو میخواست از گزند دخالت پادشاه به دور بداره، یعنی شهر لندن رو به عنوان یک واحد نیمه مستقل سیاسی به رسمیت بشناسه در برابر پادشاه، تا حدودی این شهر رو جدا بکنه، نه اینکه جدای سیاسی بکنه از ساختار فرمان روایی در انگلستان، ولی دارای حقوقی بشود این شهر که اصلا در تاریخ سیاست در جهان تا اون زمان ما چنین چیزی رو ندیدیم. شاید به دورانی، دوران جمهوری ونیز، دوران تقریبا همزمان با این دوران عبارتی یعنی گفته می شود جمع. البته به نظر میاد که پس از اون هست، ما با یک ساختار شهری هم روبرو بودیم، یا پیش از اون شاید آتن، ولی آتن در واقع به تنهایی یک دولت بود و بخشی از یک کشور به شمار نمی آمد، یعنی در واقع دولت، دولت آتن بود و نه دولت یونان به مفهومی که امروز می شناسیم. این در انگلستان که نظام پادشاهی بسیار توانایی وجود می داشته، پیدایش یک اختیار شهری، اختیار شهر لندن، یک کار تازه‌ای بود. ولی از همه اینها مهمتر، این نخستین بار بود که گفتگو میان گروهی از مردم، گروهی از مردم به هر حال توانا، نه مردم توحید است، بر سر حقوق بیرون از چهارچوب الهیات در می گرفت. یعنی گفتگو بیرون از این بود که خداوند چه گفته، در تورات چه آمده، در انجیل چه آمده، در کتاب عهد عتیق و عهد جدید که به تورات و انجیل میگفتن در اینها چه آمده، بلکه صحبت بر سر این بود که پادشاه چه حقوقی دارد و نوجبا یا نجیبان یا بارونها و زمینداران دارای چه حقوقی هستند. این در تاریخ بشر تا اون هنگام مستند نشده بود. هیچ سند تاریخی در دست نیست که میان زمینداران بزرگ، اشراف یک کشور و پادشاه اون کشور، دربار اون کشور گفتگوی پس از سالیانی جنگ و ستیز بر سر حقوق در گرفته باشد و سندی امضا شده باشه و طرفین، در واقع سه طرف، کلیسا، پادشاه و بارونها، بر سر این سند تفاهم کرده باشند. البته بارها این سند رو زیر پا نهادند، لغو کردند، بازنویسی کردند تا پایان سده 13 که این سند صورت نهایی پیدا کرد و عملا به قانون اداری کشور انگلستان تبدیل شد، بارها و بارها سند ماگناکارتا بازنویسی شد، ولی کاری رو آغاز کرد که برای نخستین بار بیرون از اسناد دینی بود، بیرون از اسناد الهی بود، به الهیات توجه نمی کرد، بلکه بر پایه حقوق کسانی که خودشون رو شهروند اون کشور می خواندند، باشندگان اون کشور می خواندند، از اونجا آغاز شد. این نکته یه دوست گرامی از ایران کاملا درست است که با پذیرفتن
فئودالیسم، این سند میتواند به گونه یک سند واپسگرا برابر بشود، اما نه، این سند حقوق گروهی از دارندگان در جامعه رو به رسمیت شناخت و گفتمانی را آغاز کرد که از این پس گروه های دیگر دارنده در جامعه در برابر قدرت مطلقه یک دربار یا پادشاهی که به تنهایی دارنده چیزی نیست، تنها فرمان روای اون کشور است، بتوانند این گفتگو رو گسترش بدهند. آغاز گفتگو بر سر حقوق شهروندی بود، پیش از پیدایش شهروندیگری، یعنی در واقع ما با نطفه های حقوق شهروندی پیش از دوران مدرنیته در سده آغاز سده 13 هم در سال 1215 روبرو شدیم، درست در همون هنگامی که ما در مقدمه در آغاز زمینه یا 3-4 سال پیش از حمله مغول به ایران نشسته ایم. یعنی شما اگر بخواهید این دو دوره رو با هم مقایسه بکنید، ما در دوران سلطان محمد خوارزمشاه در ایران میزیستیم و اینجا در اروپا در انگلستان گفتگو بر سر حقوق به جایی رسیده که سندی مانند ماگناکارتا بیرون میآید، یعنی از ما صده ها جلوتر هستند و از این جهت باید گفت که یک درایتی در کار نوشتن این سند تاریخی وجود می داشته. این است که در پاسخ به این هم میهن بسیار فرهیخته از ایران باید بگویم که خود سند ماگناکارتا اگرچه به تنهایی نمی تواند یک سند بسیار برجسته حقوقی به شمار بیاید، ولی آغاز گفتمان حقوق در جامعه بشری است. آغاز گفتمان بر سر این است که قدرت فرمان روایی باید تابع قوانین باشد، باید تابع توانایی ها و حقوق شهروندان باشد. در اونجا اینجا در این سند شهروندان تنها محدود هستند به بارون ها، ولی از اون هنگام به این سوی به ویژه وقتی به میانه سده 17 هم میرسیم، سند ماگناکارتا بارها دستخوش دگرگونی شده و سرانجام در میانه سده 16 هم 17 هم با پوزش تبدیل می شود به سندی برای توانا کردن پارلمان در مقابل پادشاه و از همه اینها مهمتر بنیادی می شود برای اینکه شهروندان تنها می توانند از سوی یک ساختار حقوقی مورد بازپرسی و حتی دستگیری قرار بگیرند. یعنی نمی توان شهروندی رو تنها به فرمان پادشاه یا حاکم یا والی یک شهر دستگیر کرد، بلکه باید مجوز حقوقی و قانونی برای دستگیری و وجود داشته باشد که بنیاد حقوق مدرن است، بنیاد ساختارهای حقوق امروزی دنیاست. البته در کشور ما هنوز هم به فرمان حاکم و شیخ و ولی فقیه و دستیاران و حاکمان هر کسی رو میتوان دستگیر کرد و به زندان انداخت و قانون رو زیر پا نهاد، ولی من در مورد دنیای مدرن صحبت میکنم. متاسفانه کشور ما هنوز در گیرودار گذار از یک دنیای غیر مدرن و پیش مدرن به دنیای مدرن است و سالهای درازی 150 سال است که ما در این راستا کوشش میکنیم، ما هنوز هم نتوانستیم به این چالش پایان بدهیم و موضوع رو تمام کنیم که ایران باید وارد دوران مدرن و دوران حقوق مدرن بشود. بگذاریم. بنابراین ماگناکارتا اهمیت اون از این جهت است که آغاز یک گفتمان بسیار بسیار برجسته در تاریخ بشر به شمار می آید. اجازه بدهید که چون به نیمه برنامه رسیدیم و ادامه برنامه تقریبا می توانم بگویم با اینکه به همین موضوع ماگناکارتا مربوط خواهد شد، ولی به دوران تازه ایران، یعنی دوران 60-70-80-100 ساله گذشته ایران خواهد رسید، اجازه بدهید که تنفسی برای شما داشته باشیم، ترانه‌ای رو بشنوید و ترانه‌ای که کارگردان برنامه جناب بهروز برای شما فراهم کردند و سپس به سخن خودم با شما ادامه بدم.